وزیر خارجه رژیم در تماس با جوزف بورل مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا گفت از زمان گفتگوی پیشین برخی تحولات مثبت در مذاکرات رخ داده است، اما هنوز انتظارات ما را برآورده نمی‌سازد. وی افزود ما با قاطعیت و صراحت به دنبال توافق خوب هستیم، اما با همین صراحت و قاطعیت بر حراست از خطوط قرمز و منافع ملی خود تاکید داریم. متاسفانه برجام در سالهای اخیر منافع اقتصادی برای ایران نداشته است. ما تنها در صورتی به یک توافق خوب می‌رسیم که تأمین کننده منافع اقتصادی ما به صورت پایدار و قابل اتکا باشد. به گزارش سایت وزارت خارجه رژیم، جوزف بورل در این تماس تلفنی گفت همکنون مذاکرات در برهه زمانی مهمی قرار دارد. انتظار این است همه طرف‌ها با یک دستور کار مشخص و در راستای رسیدن به توافق به وین بیایند و آماده اتخاذ تصمیم‌های سیاسی باشند. اون چیزی که برای ما مهم هست عمل طرف آمریکایی است. ما نگاه می‌کنیم که ببینیم در روی زمین چه اتفاقی داره به وقوع می‌پیونده. برای ما مهم این است که رفتار عملی آمریکایی‌ها در لغو تحریم‌ها رو بتونیم به طور ملموس و عینی مشاهده بکنیم. آنچه را که برای ما ملاک هست نتیجه گفتگوهایی است که در مذاکرات وین داریم دنبال می‌کنیم و توافقی که در اونجا حاصل خواهد شد. ما در روند فعلی مذاکرات ابتکار جدی و قابل توجهی رو تا این لحظه از طرف آمریکایی ندیدیم. ما به دنبال یه توافق خوبیم، به دنبال توافق موقت و محدود نیستیم.